فصل اول ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا. در کتاب اشعیا نبی آمده است که رسول خود را پیشاپیش تو می‌فرستم، او راه تو را باز خواهد کرد. ندا کننده‌ای در بیابان فریاد می‌زند، راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید. یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و اعلام کرد که مردم برای آمرزش گناهان باید توبه کنند و تعمید بگیرند. مردم از تمام سرزمین یهودیه و شهر اورشلیم پیش او می رفتند و با اعتراف به گناهان خود در رود اردن از دست او تعمید می گرفتند. لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر می بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. او اعلام کرده گفت بعد از من مردی تواناتر از من می آید که من لایق آن نیستم که خم شوم و بند کفش‌هایش را باز کنم. من شما را با آب تعمید می‌دهم، اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد. در این هنگام عیسی از ناصره جلیل آمد و در رود اردن از یحیی تعمید گرفت. همین که عیسی از آب بیرون آمد، دید که آسمان شکافته شد و روح القدس به صورت کبوتری به سوی او فرود آمد و آوازی از آسمان شنیده که می گفت تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. فوراً روح خدا او را به بیابان برد. او مدت 40 روز در بیابان بود و شیطان او را وسوسه می کرد. عیسی در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان او را خدمت می کردند. پس از بازداشت یحیی، عیسی به استان جلیل آمد و مژده خدا را اعلام فرمود و گفت، ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، توبه کنید و به این مژده ایمان آورید. وقتی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می‌زد، شمعون و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می‌انداختند، چون آنها ماهیگیر بودند. عیسی به آنها فرمود، به دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم. آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته و به دنبال او رفتند. کمی دورتر، عیسی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که در قایقی مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آن دو نفر را نیز فوراً پیش خود خواند. آنها پدر خود زبدی را با کارگرانش در قایق ترک کردند و به دنبال او رفتند. آنها وارد کفرناحوم شدند و همین که روز سبت فرا رسید، عیسی به کنیسه رفت و به تعلیم پرداخت. مردم از طرز تعلیم او حیران ماندند، زیرا برخلاف ملایان یهود، او با اقتدار و اختیار به آنها تعلیم می‌داد. در همان موقع مردی که روح ناپاک داشت وارد کنیسه شد و فریاد زد، ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ من می دانم تو کی هستی، ای قدوس خدا. اما عیسی او را سرزنش کرده گفت، ساکت شو و از این مرد بیرون بیا. روح ناپاک آن مرد را تکان سختی داد و با فریاد بلند از او خارج شد. همه چنان حیران شدند که از یکدیگر پرسیدند، این چیست؟ چه تعلیمات تازه ایست؟ و با چه قدرتی به ارواح ناپاک فرمان می دهد و آنها اطاعت می کنند؟ به زودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید. آنها از کنیسه بیرون آمدند و با اتفاق یعقوب و یوحنا یک راست به خانه شمعون و اندریاس رفتند. مادر زن شمعون تب داشت و خوابیده بود. به محض اینکه عیسی به آنجا رسید، او را از حال آن زن باخبر کردند. عیسی پیش او رفت، دستش را گرفت و او را برخیزانید. تبش قطع شد و به پذیرایی آنها پرداخت. وقتی خورشید غروب کرد و شب شد، همه بیماران و دیوانگان را پیش او آوردند. تمام مردم شهر در جلوی آن خانه جمع شدند.
عیسی بیماران بسیاری را که امراض گوناگون داشتن شفا داد و دیوهای زیادی را بیرون کرد و نگذاش آنها حرفی بزنند چون او را می شناختند. سحرگاه روز بعد عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد. شمعون و همراهانش به جستجوی او پرداختند و وقتی او را پیدا کردند به او گفتند همه به دنبال تو می‌گردند. عیسی به آنها فرمود به جاهای دیگر و شهرهای اطراف برویم تا در آنجا هم پیغام خود را برسانم، چون من برای همین منظور آمدم. عیسی در سراسر جلیل می‌گشت و در کنیسه‌ها پیام خود را اعلام می‌کرد و دیوها را بیرون می‌نمود. یک نفر جزامی پیش عیسی آمد، زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت اگر بخواهی می توانی مرا پاک سازی. دل عیسی به حال او سوخت، دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود البته می خواهم، پاک شد. فوراً جزامش برطرف شد و پاک گشت. بعد عیسی در حالی که او را مرخص می کرد با تأکید فراوان به او فرمود مواظب باش، چیزی به کسی نگویی، بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر اینکه پاک شده ای قربانی را که موسی حکم کرده تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی باشد. اما آن مرد رفت و این خبر را در همه جا منتشر کرد، به طوری که عیسی دیگر نمی توانست آشکارا وارد شهر بشود، بلکه در جاهای خلوت شهر می مان و مردم از همه طرف پیش او می رفتند.